ببین همه هستن بالا پایین کن ببینمشون. بهراد و قدرتی و بله اسوانی و دالوند و ملکشاهی شجاعی آرتین بله همه هستن. سه تا مهمون اینجا داریم بچه ها. میخوایم فصل هفت و امروز ادامهش رو بدیم. ایشالله اگه بشه امروز تموم بشه، اگه نشد جلسه بعد دیگه حتما تموم بشه، چون سه جلسه برای فصل هفت کنم دیگه زیاد میشه، پر رو میشیم، شما پر رو میشیم. امروز باز مزاحم آقای حسام خان توسلی هستیم، استاد بزرگوار زیستشناسی، که نکاتی رو که لازمه براتون بیشتر توضیح بدن. الان یه دونه شکل میبینید، این شکل مربوط میشه به همون دی ان ای که جلسه قبل در موردش حرف زدیم، که امروز بیشتر میخوایم حرف بزنیم. آقای توسلی تشریف بیارین. بچه‌ها سلام. قرمز پوشیده اما خودش طرفدار استقلاله، من نمیدونم چه وضعی آخه. اوه اینقدر یعنی ما معمولا سطل چیزا آبی رو میدیم دور، ولی خب باشه بگذاریم. آقا این شکل رو بر ما توضیح میدید چیه، منظورش چیه؟ بله آقا، ما جلسه قبل چی گفتیم؟ شکل رو ببینید بچه‌ها، بزرگش کنه بچه‌ها رو آره ببینید بچه‌ها. خب بچه‌ها ما جلسه قبل گفتیم دی ان ای یه مولکول دورشته‌ایه. الان اینجا چیزی که تو تصویر می‌بینیم تفاوت دی ان ای و آر ان ای خیلی مشخصه دیگه. دی ان ای دورشته‌ایه، آر ان ای تک رشته‌ایه. اما بچه‌ها یه فرق خیلی مهم دیگه دارن که ما جلسه قبل راجعش صحبت نکردیم. گفتیم این مولکول‌هایی که دی ان ای و آر ان ای دارن یه سری اسم دارن، این واحدهای سازنده. یکیش تیمین بود. اون یکی آدنین بود. افتاد ببخشید. این سیتوزین بود. سیتوزین. اینم گوانین. اینا نوکلیک اسیدن. اینا وقتی در کنار همدیگه قرار میگیرن و همدیگه میچسبن میشن نوکلئیک اسید. هر یک کدومشون نوکلئوتیده. نوکلئوتید آفرین، من یادم نبود بچه‌ها. نوکلئوتید یه دونشه، به هم بچسبن میشه نوکلئیک اسید، که همین دیوکسین ریبوز نوکلئیک اسید که میگه منظورش. خب حالا نبی یه چیز، یه فرق دیگه تو اینجا آر ان ای با دی ان ای داره. الان آر ان ای تیمین نداره، فقط و فقط تیمی نداره، ولی به جاش چیه؟ یوراسیله. یعنی یه پروتئین دیگه، یه نوکلئوتید دیگه. بله ببینید فرق مهمشون دوتا شد، یک دو رشته است، یه رشته است. پروتئین تیمین و دی ان ای داره، این نداره، به جای اون یوراسیل داره که این یوراسیل نداره. این فرق دیگه. کلن هر جا تو دی ان ای تی بود تو آر ان ای یوه، یادتون باشه هر جا. و دقیقاً همون کار تیمین انجام میده، یعنی فقط آدنین میچسبه. یه رشته است، این دو رشته است. اینم خیلی مهم، کارشون هم با هم فرق میکنه، هم حتما فرق میکنه ها، تماما فرق میکنه. الان میگم خیلی خوب سوال دارم. صاحب خواهجان جانم، ما تو هسته سلولی ما کروموزوم یادتونه؟ کروماتین یادتونه؟ گفتیم توی کروماتین یا کروموزوم ها دی ان ای هست، داریم اونو توضیح میدیم. تو بگو استاد. صدای من میاد؟ بله بگو استاد. یه مقاله بودش، حالا من که کامل سر در نیاوردم، ولی کلا میگفتیم که این نظر، بله بله مقاله علمی، این نظریه رو مطرح میکرد که دی ان ای انسان میتونه با استفاده از الکترون هایی که به صورت مغناطیسی دگرگون شدن به صورت الکتریکی تغییر پیدا کنه. میشه اینو یه توضیح بدین؟ چون مقاله شما فقط همین ازش فهمیدم، یه ذره پیچیده بود، زیادی پیچیده بود. به صورت الکتریکی من نشیدم، مثلا اشعه خورشید میتونه تغییر ایجاد کنه، اشعه یووی هست، انرژی زیاد، حالا مثلا اشعه گاما، نمیدونم اونی که فرکانسش بالاست. آره انرژی های زیاد مثل اونایی که فرکانس بالا دارن، اشعه ایکس، اشعه گاما، حتی فرابنفش. آره حتی فرابنفش میتونن اینا رو عوض کنن. اصلا یه چیزی هست، من الان یادم اومد، تو بیوتکنولوژی بهش میگن شوک الکتریکی و شوک گرمایی، اینا رو هم وا میکنه. حتی لازم نیست شما بدونید، ولی سوال کردن بهش میگن شوک الکتریکی، اینا رو باز کنه، اون کدگذاریه رو عوض کنه. آره حالا میتونن بعضیاشون حذف بشن، یه سری دیگه جایگزین بشن، و
ولی به اسم شوک الکتریکیه. ما بهش میگیم مثلا اگه اتفاق بیفته بهش میگیم جهش دیگه. حالا من نمیخواستم بگم چون گفت خیلی جالبه. الان یه موردی رو می‌خواستید بگید تغییر صفات. آها. عوض میکنن، مثلا میخوان ژن مثلا ماهی رو توی چیزی بیارن. خب بچه ها یادتونه تو کتابتون ژن ماهی قزلالا که سردابی بود و وصل کردن به، یعنی عوض کردن جاشو با ژن گوجه فرنگی عوض کردن، گوجه فرنگی شد. منتها میان قشای این سلولایی که میخوان با هم دیگه عوض شون، دی ان ای نه، خود قشا میان یه شوک الکتریکی میدن اینا وا میشه که اون دی ان ای بتونه وارد شه. آها، موقعی که میخوان تغییر بدن. آره، اون کارش با یه چیز دیگه است، یه آنزیم دیگه است. موقعی که مصنوعی بخوان ژن‌ها رو دستکاری کنن، از شوکای الکتریکی استفاده میکنن. دقیقا. که بیاد یه سوراخ‌هایی یا مثلا روزنه‌هایی توی قشا ایجاد کنه که اون دی ان ای که میخوان تغییر بدن بتونه وارد بشه. همینجوری الکی نیست. اصلا قشا وظیفه‌ش اینه دیگه، میگه آقا کی بیاد کی نره. یادتونه قشا وظیفه انتخابی بود، نفوذپذیری انتخابی داشت. پس باید همچین وظیفه‌ای که داره جلوشو میخواد بگیره. با اون شوکه کار میکنن که وارد بشه. دقیقا. یعنی به اصطلاح حالشو میگیرن. برو ادامه بریم سفر دقیقا. عوض کنیم فلان. آره دیگه، نه نه هیچی. پس ما فعلا چی پویا جان چی پرسیدی؟ نوکلئوتید؟ نه، ترکیب چند تا نوع. ببین این دی ان ای که میبینی هزاران تا نوکلئوتیده. الان این نوکلئوتید هست نه؟ این دو تا نوکلئوتیده. پس یه دونه نیکلوئید. نه 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 نه، مزهش نوکلئوتیده. نیکلوئید من اینجا مینویسم گنده نوکله من نشیدم او تید اینا. آره، هر یک کدوم مثلا این یه نوکلئوتیده، این به هم دیگه وصل شده دیگه. ما گفتیم دو رشته ایه. شاید منظورش نوکلیک اسید باشه. آها، یکی دو تا نه، پس میشه هزاران تا. پس خیلی از اینها میشن این. اگه منظورت این بوده، یعنی نوکلیک ها خیلی به هم بچسبن تازه میشه اسید نوکلیک. درش مولکوله. بعد این درش مولکوله؟ دی ان ای. بچه دی ان ای درش مولکول نخوندی؟ فکر کنم تو قسمت قندا بهتون گفتم پلیساکاری دو ساکاری نگفتم. آره اصلا هفتم فکر کنم میخونن. هفتم خوندی. پلیمر. مونتا سلولوز نشسته. حتما خوندن. کربوهیدرات مرکب. اونا که تو هفتم. خب درسته. گفتیم که گلوکوز یه قند ساده است. یه به اصطلاح کربوهیدرات ساده است. اگه گلوکوزا به هم بچسبن یه درش مولکول به وجود میاد مثل نشاسته، مثل سلولوز. ما بهش میگیم پلیساکارید به نشاسته و سلولوز. به اون میگیم مونوساکارید. مونوساکاریدها وقتی به هم بچسبن یه پلی میسازن. پس این بچه یادتون باشه به درد سال بعدتون میخوره. نوکلئوتید ما میگیم مونومر، به نوکلئوک اسید میگیم پلیمر یا درش مولکول. بله. پلی هم یعنی زیادن. این به درد سال بعدتون هم میخوره. بریم جلوتر یا نه دیگه هیچ چیزی نیست. بزن پاورپوینت تو بزن بزن وصلش کن. بچه هم شکل واقعی کروموزوم ها موقع تقسیمه. سلام چطوری؟ من یه سوالی دارم، نمیدونم چه جوری بکنم. این اسم مثلا همین نوکلئوتید و این دو چیزا، مثلا بگیم دی ان ای خیلی این صدا مثلا چیزا هست، مثلا نردبون میمونه هر خطش، درسته؟ خیلی زیاد داره دیگه هر دی ان ای. یعنی این نوکلئوتیدها فقط یه در هر دی ان ای یه دونه هست یا نه دیگه اسمشون دیگه فرق داره، درسته؟ یا همش یکی هزاران اسم هست. یه دی ان ای هزارا، ولی همشون از این چهار تا پروتئین هست، چهار تا نوکلئوتید هست. نوکلئوتید. ولی این چهار تا به صورت های مختلف به هم چسبیدن هزاران. آها درست. یعنی نیا کن فرض کن، فرض کن این الان تیمین و آدنین به هم چسبیدن، این سیتوزین مثلا یه نوکلئوتیده، گوانین یه نوکلئوتید رو هم چسبیدن. حالا از اینا هی باید رو هم دیگه باشن میشن دی ان ای. کلی از اینا رو هم باشن میشن دی ان ای. یه دونش میشه نوکلئوتید. دو تا نوکلئوتید، چهار تا نوکلئوتید، 6 تا 8 تا هزاران میشه دی ان ای. یه سوالی در مورد این موضوع سوالی شبیه کنم شبیه چه در مورد دی ان ای. میخواستم ببینم که آیا گیاه ها
همه موجودات زنده وقتی سلول دارن، هسته دارن، حتما دی ان ای دارن. جلسه قبل بهتون گفتیم دی ان ای سازنده یک موجود زنده است، پس بدون اون نمیتونه باشه. صد در صد به دی ان ای ربط داره. چرا؟ چون امروز براتون میگیم دی ان ای یه قسمت هاییش، یه بخشیش، مثلا یه دی ان ای فرض کن، دی ان ای از اینجا تا اینجا فرض کن، این قسمتش میشه یه ژن، پایینی یه ژن دیگه، الاخر اینا هم چی تولید میکردن؟ صفت، که امروز میخواد براتون توضیح بده که این صفت ها چجوری تولید میشه. صفت یعنی چی؟ رنگ پوست، رنگ مو، اون زبون لوله کردن، رنگ چشم، گروه خونی و الاخر، چون زیاده. ما هزاران ژن داریم، هر ویژگی که تو بدن ما هست دیگر یه ژنه یا ترکیبی از چند ژن، حتی درسته؟ بله. پاک میکنم، شما پاک کن، بس من اینو بزنم بره جلو. بچه پاورپوینت علم وراثت ما جلسه قبل گفتیم، نه هم چه نمیره جلو از من؟ نه نمیاد که خیلی خون میاد. آه همه شما از دفعه همه شما از نیاخو تو نگرد داشته بودی؟ نه پس چرا نمیمد؟ جواد تو نگرد میداری؟ عکس بگیرین، عکس بگیرین. شما تو خونه نمیتونی عکس بگیرین، الان عکس بگیرین. بله باشه، این ضبط داره میشه راستی؟ این سفر جلسه قبل گفته بودیم که این همون صفاتی هستند که توی افراد مختلف داره میده، رنگ چشم داره نشون میده، لوله کردن زبون میده، چال گونه رو نشون میده. من گونه الان چال داره، چال گونه تو بچه ها خیلی بامزه است، میخندم یه آخه چال داره گونهش، ولی تو خرس گونه هایی مثل شما چال داشته شون گونه آخه میخوایم کسی خرس گونه چال داره گونه میگیرم، بعضی وقت نمیاد، بعضی وقت دیده به ده تا میاد. یا لاله گوش چسبیده باشه یا نچسبیده باشه، اینا صفته که جلسه قبل گفتیم. حالا علتشو میخوایم بگیم، ولی بذار بریم جلو تریکم. فامتن اسم دیگه کروموزومه. بزرگش کنم ببینم چی میگه. دی ان ای هم که بهش میگن دنا. این دنا پلاس با این فرق میکنه جانا. چون میگن دنا؟ به خاطر اینکه راحت‌تر نوشته میشه. دی ان ای جای بیشتری میگیره، دنا جای کمتری میگیره. مخفف این سه طرف، مثل CIA که میگیم سازمان سیا، شنیدید دیگه؟ این همونی هم چیزی. ولی شما دی ان ای تو ذهنتون باشه، چون تمام دنیا دی ان ای میشناسه. برید خارج از کشور بگید دنا، بعد حتما ماشین با خودتون ببرید بگید این دنا. تازه پلاسش. خب کروموزوم اینجا تعریف کرده. خب. لازم هست؟ نه. تا جلسه قبل راجعش کافی صحبت کردیم. رشته های توی هسته سلول جنسش پروتئینی، داخلش هم دی ان ایه، یا بهتر بگیم سازندش دی ان ای. فیلم هم ببینن، فیلمش هم ببینن که دیگه حالا هر وقت ببینن دیگه باشه. فیلم هم براتون امروز میذاریم چشم. آره اون خیلی خوب. توی انسان موقع تقسیم شدن سلول 46 تا کروموزوم دیده میشه که به صورت 23 جفت کروموزومه. ما گفتیم 46 یا 23 جفت میگیم 2N، یادتون نره 2N. بنویسید تخته بچه ببینن. یعنی هر انسان 46 تا کروموزوم داره، همه سلول هاش همشون 46 تن الا گلوبول قرمز که نداره و سلول های جنسی. بچه گلوبول قرمز تنها سلول بدنه که اصلا هسته نداره. بله. به خاطر همین اصلا نمیتونه تفسیر بشه. تو تستا گیر میندازن مثلا میگن گلوبول قرمزی دارین که اینقدر کروموزوم داره، آقا اصلا هسته نداره که بخواد کروموزوم داشته باشه. یادتون نره گیر میافتید. گلوبول قرمز هسته نداره، درشه کروموزوم نداره. بله. درشه نمیتونه تقسیم بشه. بله. برای همین موقع مرگ میره کجا؟ میره توی کبد و تحال. تحال آفرین. میره تو تحال و کبد، میگن قبرستان گلوبول‌های قرمز. بله. که هموگلوبینشو بده، هموگلوبین حروم نشه. آهن داره، کلی چیز پروتئین داره. ببین چقدر مهمه اون حروم نباید بشه، نباید بره تو دست. اصلا بدنمون خیلی خسیسه. هر چیو نگه می‌داره بهینه استفاده کنه. اینا یادتون نره بچه‌ها. خب؟ چیزاش هم میگفتم به اینجا رسیم یادم. داشتیم راجع به این صحبت میکردیم که دو مساوی 46 سلولای جنسی اون ان مساوی با 23. من خیلی حرف زدم. پیر مردی رو ببین یه دفعه یادم میره چی میخواستیم بگیم. گفتیم 46 کروموزوم داریم. گفتیم تنها داشتیم اینو گفتیم. آره. گلوبول قرمز اصلا نداره. سلولای جنسی آفرین نصفشو دارن.
بر همین بهش میگیم ان کروموزوم، یعنی 23 تا دونه. بله. 23 تا دونه ماده است، 23 تا دونه. بله، که باز با هم دیگه که لقا انجام بشه میشه 6 تا. خب بقیه‌اشو نگاه کنیم. بزرگش کن. کروماتینو که گفتیم جلسه قبل. بله. قبل از تقسیم اون نواری که مارپیچ دوره هم هستش میشه کروماتین. فامینه اسم فارسیشه، من یادم نبود فامینه‌شو. منم یادم نبود حقیقتا. فامیله رو شنیده بودم ولی فامیله رو نه. این که خود دی ان ای که تعریف کرده بودیم که یه اسید نوکلئیکه، بعد ژن روش هستش، صفات ارثی رو منتقل میکنه، اطلاعات توش ذخیره است، تمام اطلاعاتی که یک نفر داره، یه همون صفات رو داره تو دی ان ای ذخیره شده. عکس ببینیم چی داریم. اینجا رو برای ما توضیح میدی اصلا چیه عکسه؟ عکس قشنگه. بچه‌ها می‌بینید؟ کی بود؟ یه نفر پرسید سلول گیاهی دی ان ای داره یا نه، چجوری کروموزوم؟ این سلول گیاهیه، اینی که می‌بینی تو شکل. خب بچه یادتونه سال هفتم گفتیم سلول‌های گیاهی ساختار منظم و خوشگلی دارن، دیوارشون قشنگ دو قسمتیه یا دو جداره یا سلولوزی دارن. این بله هم. این همونه. بعد می‌خوای بزرگ کن بچه‌ها ببینن. بچه‌ها راست میگه. و من اینو میخواستم توضیح بدم. بچه ها سمت چپ خب یه سری رشته در هم ما فقط میبینیم، نمیتونیم ببینیم کروموزوم رو از هم دیگه تشخیص بدیم، همه چی تو همه. اما سمت راست بچه ها انقدر اینا فشرده شدن، هم کروموزومامون زخیم شدن هم قابل دیدن شدن. و یه چیز خیلی مهم که از جلسه قبل یادمونه، کروموزوم تو تمام زندگی ما غیر از تقسیم به شکل کروماتینه. یه بار دیگه بگو چی گفتی؟ کروموزوم تو تمام دوران زندگی یک سلول غیر از تقسیم بچه این شکلیه. اشته اینجا نمیم این شکلیه. دلیلش هم بگم، به خاطر اینکه نیاز به اطلاعات داره، اگر صفر باشه سلول نمیتونه پیداشون کنه، اگر باز باشه هر وقت سلول خواست دست میندازه میگه من این اطلاعاتو میخوام. واسه همینه که این حالت فشرده است دیگه، قابل تشخیص نیست هنگام تقسیم. بله اینه، این شکلیه. این زندگی عادی در کل زندگی. بله. بجز تقسیم، بجز تقسیم این شکلیه. کروماتین هم درست گفتم؟ دقیقا. این هم که کروموزوم درسته؟ بله. یه بافتن یه بافتن. پس فرق کروماتین و کروموزوم رو دیدید چیه؟ فرقی نداره. موقعی که کروماتینه حالت عادیه، موقعی که تقسیم میشه کروموزومی میشه که راحت تر باشه، شده میشن هم جدا میشن از این حرفا. بریم جلوتر مثلا. بریم. خب یه عکس دیگه داریم فکر کنم البته اینو بگو چیه. بچه ها یادتونه من جلسه قبل یه سری دایره این مدلی کشیدم، گفتم این دی ان ای اینا مولکولن، این اصلشه، اون شکله، شکل اورجینالشه. به جای اینکه من بیام که بلدم نیستم کلی مولکول بکشم با کلی اطلاعات، سال بعد میخونید ما یه سری کربوهیدرات داریم یا هیدروکربن حلقوی هن این شکلی. اینا بله. همشون کربن هن. حالا به این کربن ها یه چیزایی میچسبه، مثلا شاید هیدروژن بچسبه، شاید نیتروژن بچسبه، یه چیزایی میچسبه. یه در اصلا کنیم بگم به این ما میگیم یک مولکول. حالا این مولکول چیه؟ مثلا تیمینه، مثلا یکی از اینا عوض بشه یه چیز دیگه بشه، مثلا به جای تیمی شادنی. دقیقا. یعنی عنصرش عوض بشه مولکول عوض میشه، مولکول که عوض بشه نوکلئوتید اون عوض میشه، یعنی تیمین آدنین الاخر. عکس یه بار بیار اون عکس رو بچه از عکس نگاه کنم. بزرگش کن. نگاه کنید سبز رو نوشته آدنین، بعد این طرف بنفشه رو نوشته تیمین، بعد همینجور گوانین و سیتوزین هم احتمالاً هستن. حتما اون بنفشه گوانین. همه اینها دارن دوتا به هم میچسبن، از این برم به هم چسبیدن، یعنی همینجوری داریم میکشن. نگاه کن این، اینا اون شاخه ها، یکی را ببینم میبینی؟ اینا اون شاخه ها به هم چسبیدن، از اینجا هم به هم میچسبن. چرا؟ چون میخوان دی ان ای رو بسازن. الان اون عکسی که شما دیدی اون یه تیکه مثلا فرض کن یه ژنه، یعنی از یه تا اینجا یه ژنه مثلا، یعنی ژن یه تیکه از دی ان ایه. ژن از یه سری پروتئین تشکیل شده، نوکلئوتید تشکیل شده، تیمین آدنین گوانین سیتوزین تشکیل شده.
اینا همشون اطلاعات دارن، همشون هم مولکولن، مولکولاشون هم این شکلی هم و الی آخر. اصلا خیلی دیگه تخصصی ها بخوای مولکولاش هم بگیم، اون دیگه میره دانشگاه فکر کنه یا دبیرستان. دبیرستان هم خیلی کم میخونن. تازه کم میخونی دبیرستان. پس در همین حد یاد بگیر که تیمین آدنین به هم میچسبن مولکول، گوانیسیتوزین به هم میچسبن مولکول، دوباره این دوتا با هم هم به هم میچسبن. شما در حد این دایره ها بلد باشید، ولی دیگه آقا نعوی زحمت کشیدن اورجینالش هم آوردن که دیگه ما کامل بفهمیم چیه. بریم جلوتر عکس بگیرید. شما توضیح میخوای بدید؟ من نه، من فقط الان حرف از چیز شد یه مثال از گروه خونی بزنم برای تبدیل دی ان ای به صفت که خیلی هم راحته. گروه خونی خودش یه بحثه. آره اون... آره میخوام فقط ظهور صفات بچه ها بدونم مثلا لاله گوش پیوسته از فلانه چه مدلیه. صف ولی از هر صف کنید. خیلی خوب. چون گروه خونی بچه ها میتونه اصلا قاطی کنم. منم چون ساده بود گفتم. میخوام بزنیم سر خودش چیزش بگیم. اصلا بچه ها اصلا گروه خونی رو میگیم. آره. میخواستم بعدم بهتون میگم تو فصل. نه اصلا نمیخوام ریس شم، فقط بچه ها میخوام بدونم ظهور صفت یعنی چی، چون گروه خونی خیلی راحته میخوام بگم باش. بریم. چون ظهور صفت رو قرار بود بگیم دیگه. میخوام بگیم صفت چگونه ظاهر میشود. یعنی چی ظاهر میشود؟ یعنی خودش نشان آفرین ویژگیمون چیزی خوش نشون میده. مثال بزنم تا بهتر متوجه شم. آقا شما تو خانوادهتون بعضیاتون مثلا دو تا داداشین، دو تا داداشین، یکی تو ممکنه خیلی شبیه بابای باشین، یکی تو خیلی شبیه مامانه باشین. از چه نظر؟ ظاهر دیگه. مثلا حالت بینیتون، حالت چشتون، حالت ابروتون، رنگ موتون، نوع موتون شبیه پدر باشه، یه سری ویژگی‌ها دیگه شبیه مادر باشه. یکی خیلی شبیه پدره، یکی خیلی شبیه مادره، یکی مثلا شبیه هیچ کدوم نیست، شبیه پدر بزرگه. ما میخوام این صفت از کجا اومده، چه جوری اینا ظاهر میشن، چرا روی این ظاهر شده روی اون نشده، چرا این نسل اومده نسل بعد نیومده، چرا تو شبیه پدر بزرگتی شبیه پدر مادر نیستی، آیا واقعا شبیه پدر مادر نیستی یا ظاهر قضیه است؟ اینا رو میخواد بگه. خیلی خوب. بعضی از صفت هستن که فقط هم مادر رو بچه میرسن. فقط نه، اون قالب و مغلوبی که الان میخواد براتون توضیح بده، مثلا در اون مدل خوابیدن یا مثلا چیزها مثلا مادر رو بچه میرسه یا مثلا شدم اون هنر رو زدن چیا؟ میگه که بعضی صفات فقط از مادر میرسن، شدن قالب بوده از من. آره این خیلی، مثلا من یه مثال بزنم بچه ها سخت آخه براشون سخته، ولش کن بعد کلاس من توضیح میدم. بعضی چیزا رو اگه توضیح بدیم خراب میشه. آره بعد بعدتون میاد عزیز. گروه خونی همون بچه‌ها، من جلسه قبل یه چیزی گفتم، گفتم دی ان ای میاد به ما آر ان ای میده، آر ان ای به ما پروتئین میده. خب اما ما همیشه به ما گفتن که آقا دی ان ای اطلاعات توش ذخیره است. چرا اینو گفتیم؟ حالا ما گروه خونی آ داریم، بی داریم، او داریم، آبی داریم، یه دونه هم ارهاش داریم که مثبت منفیشو میخواد بگه، چون راحت تره من فقط میخوام مثبت منفیو بگم فقط. بچه یک ژنی توی کروموزوم ما وجود داره مربوط به مثبت و منفی گروه خونی. خب این ژنه اگر به ما آر ان ای بده بهش میگم مثلا چی؟ پروتئین. چی؟ ژن سازنده پروتئین، پروتئین ارهاش. این آر ان ای به ما میده، بعد این آر ان ای یه پروتئین به ما میده، اگر این ساخته بشه یه پروتئین این رو تشکیل میشه، این اگه گلوبول قرمز باشه، این اگه ساخته بشه این میشه مثبت. یعنی این صفته از دی ان ای ساخته شده، شده آر ان ای، آر ان ای به ما پروتئین داده، توی گلوبول قرمز این پروتئین اومده روی سطح گروه، روی سطح گلوبول قرمز قرار گرفته، چون این پروتئین را داریم مثبت است، گروه خونی ما می شود مثبت. پس مثبت مربوط به ژنی بود که تونست این پروتئین را تولید کنه و وقتی تولیدش کرد ما شدیم گروه خونی مثبت. یه صفته. اما اگه نه صفته گروه خونی مثبت دیگه، اگه این گروه خونی این پروتئین رو نداشته باشیم هیچی نیست. نداریم پروتئین میشه منفی. پس کل داستان ظهور صفات اینه، ساده ترینش. پس نگاه کنید، ما اگه پروتئین رو داشته باشیم یعنی ژن رو داشته باشیم میشه مثبت، نداشته باشیم میشه منفی. توی گروه خونی یادتونه که گروه خونی منفی
میتونست به همه گروه های خونی، گروه منفی او مخصوصا، به همه گروه های خونی خون بدهد، اما مثبت نمیتونه به منفی خون بده. سر همینه، اگر یکی گروهش مثبت به منفی خون بده، منفی پروتئین رو نداره. خونسا نه، خونسا نیست، منفیه اون ژنه رو نداره. وقتی تو ژنش نداری، یعنی اینکه غریبه، ژنو نداری، بهت مثبت دادن، غریبه وارد بدنش شده، کی مبارزه میکنه باهاش؟ با یه غریبه تو بدن کی مبارزه میکنه؟ آفرین، گلوبولای سفید مبارزه میکنن. گلوبول سفید میاد میگه ای یه چیز جدید اومده، من علیهش آنتی، یعنی زد آنتیژن میگن، درسته؟ بله. علیهش آنتیژن تولید کنم، یعنی اگه من گروه خونی منفی باشه، ایشون مثبت باشه، به من خون بده، حتی او باشه ها، اوی مثبت اوی منفی، این به من خون بده، من میمیرم. حالا میمیرم، حالا بعد میشه یه بلای سرم میاد دیگه، چون آنتیژن ساخته میشه. ولی برعکس، این مثبته، ژنو داره، او اصلا پروتئین رو نداره، پس غریبه ای چیزی نیست. وقتی میره تو خونه این، غریبه ای وارد نمیشه، او رو هم که میشناسه. برای همین گلوبول سفید این علیه او منفی من کار خاصی انجام نمیده، چون پروتئینی نیست که بخواد چون پروتئینی نیست، ژنی نیست که بخواد علیهش آنتی بسازه. مثلا میوه ها که مثلا ژنشون فرق داره، کاری اصلا ما نمیتونم بکنم. خیلی کار، یعنی بخوریم یا وارد خون بشه؟ بخوریم که رسکو گوارشه، حذفش میکنه، کاری نداره، چون تبدیل میشه به مولکول قابل جذب. اون مولکولی که میاد تو بدن دیگه هیچ اتفاقی برام نمیفته، چون کروموزومی نمیخواد به تو هستمون که، ژن نمیخواد به تو هسته که، ماده معدنی داره میاد و ماده معدنی هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. ای بیاد بپرس نمیشه، اگه بشه بله، اگه شما تزریق کنیم وقت چرا سن وارد خونمون کنی؟ مستقیم وارد کنی آره. مثلا فرض کن چلو کباب رو مایش کنی، میکس کنی، بعد وارد خونت کنی. سه سوت میمیری ان شاء الله. همه جا خون هست. همه جا رگ هست، پس همه جا خون هست. همه جا رگ هست، پس همه جا خون هست. تو میگی آرنی چی؟ آرنی گفتیم. کی متوجه نشده؟ بود از اول تا هست، از اول بودی؟ دی ان ای دو رشته بود. اگه تک رشته باشه میشه آرنه. دی ان ای تیمین آدنین گوانین سیتوزین داشت، آرن ای به جای تیمین یوراسیل داشت. این تفاوتشه. جدولش هم هاش نه، جدولشه این الان، آره همین جدولشه، این تفاوت آرن ای دی ان ای. خویا خب من می‌خواستم پس چه فقط چیزیشو گفتم. سلام. آره نه، من فقط می‌خواستم بگم که مسیر این که اصلا اطلاع تو دی ان ای ذخیره شده یعنی چی؟ اجازه میدی من این گروه خونی که تو مطرح شده بگم؟ بگم. اجازه دست شما. خویا جان صدات بازه، بگو عزیزم. استاد واسه همین که یعنی واقعا این همه داستان دارن که هر کسی نبا به هر کسی خون بده، فقط به خاطر اینه که بدن واسه محافظت از بدن بدن رو میکشه. بله بله. اگه چیز غریبه وارد بشه علیهش اقدام میکنه. حالا این اقدام شدن حتی باعث لخته شدن خون بشه. وقتی لخته بشه خون مسلمان سکته و مرگ و این حرف هم توش دارش هست. بله. واکسن دوزی میدیم برای تو. بچه واکسن هم جلوتر برای تو میگیم که این که میگن آقا RNAش رو فلان کردن و برمان کردن بهتون میگیم، این طب کنید. مرسی که پاک کرد. بچه گروه خونی تابع سه ژن، ما سه تا ژن داریم، A، B و O، اینا ژن. ژن ها آقای مندل، همون دانشمنده که گفتم بلژیکیه، کشیش بود نه، زیست شناس بود، کشیش بود، اون ثابت کرد که یک سری از ژن ها یا صفات، ژن یا صفت، چی گفتم؟ غالباً یه سری از صفات مغلوبن. غالب یعنی چی؟ یعنی چیره میشه. اگر با یه مغلوب بیاد غالبه خودش نشون میده. غالب یعنی اینا، مغلوب اگر بیاد کنار غالب باشه تو سری خوره، خودش نشون نمیده. پس مغلوب چه موقع میتونه خودش نشون بده؟ وقتی کنارش مغلوب دیگه بیاد.
پس ژن‌ها دو نوع هم، دو دستن، قالب و مغلوب. گاهی اوقات یک قالب کنار یک مغلوب میاد، کی ظاهر میشه؟ قالب. گاهی اوقات مغلوب کنار مغلوب میاد، اون وقت مغلوب ظاهر میشه. اما یه حالت سوم داریم، قالب کنار قالب میاد، دوتاشون قالب هم، اون وقت چی میشه؟ اینجا صفت ممکنه تغییر کنه، یه صفت جدید به وجود بیاد، بهش میگیم حد واسط. اسم دیگه هم داره؟ همتوانی هم میگن. همتوانی هم میگن که دو حالت مختلفه، دو حالت مختلفه. حالا اونو بعدن تو گروه خونی همتوانیه، حد واسط یه جای دیگه است. حد واسط یه جای دیگه است، مثلا تو گل لالعباسیه. گل میمونی من شنیدم میگن. میمونی میگن؟ آره. لالعباسیه من شنیدم. آره جفتشه. که رنگ سفید و قرمز مثلا میشه صورتی. آره دقیقا. تو لالعباسیه هم داریم، گل میمونی هم داریم. حالا اینجا می توضیح میدیم براتون. فعلا اینجا نگاه کن. همتوانی و حد واسط. حالا اینجا آ غالب به غالب و مغلوب، اینا چی هن؟ ژن. از کجا میان؟ از پدر و مادر باید بیان. پدر و مادر مگه چی دارن؟ گروه خونی دارن. گروه خونی چهار تاست. گروه خونی چهار تا. یک آ به، درسته؟ میگه گروه خونی چیه؟ میدونی؟ شما آ، شما من به او مثبت. پس او داریم، آ داریم اینجا تو این کلاس، او داریم، آ ب داریم، ب که منم، آ هم که یکی بود، هم او بودی، تو هم که او منفی گفتی احتمال. خب چهار تا گروه خونی داریم. این گروه خونی ها رو بهش میگن گروه خونی اصلی. توی زیستشناسی بهش میگن فنوتیپ، یعنی گروه خونی که ظاهر میشه، گروه خونی که من و تو اعلام میکنیم، میگن چی؟ فنوتیپ، ظاهری. شما غیر از این گروه خونی چیز دیگه میشناسی؟ نه. یه دونه دیگه داریم که مرا خارجیه بود، جدیدن کشف شده، تاها فکر کنم بدون اسمش، من یادم رفته. تا اگه میدونی بنویس. یه گروه خونی خاصیه. شنیدم. خاصی هم تو دنیا دارن. حالا برش کن، یادم نیست. اگه تاها یادش بود بهم میگه. اینا ظاهر میشه. نه، او بی هم به اون فهم میکنه، صف کن. اونی که من میگم اصلا یه گروه خونی دیگه ایه، بلش کن اصلا، توی دسته دیگه اصلا. اما همین گروه خونی آ دو نوعه، ما یه آ داریم، یه آ او داریم. گروه خونی ب یه ب داریم، یه ب او داریم. گروه خونی او فقط او داریم. گروه خونی آ ب هم فقط آ ب داریم. چند تا گروه خونی شد؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا گروه خونی شد. به این گروه خونی میگیم ژنوتیپ. واقعی، درونی. ظاهر قضیه خودشو نشون نداده، ظاهر قضیه اینو نشون داده. یعنی این دو نفر ازشون بپرسی آقا گروه خونی شما چیه؟ میگه من آم. شما گروه خونی چیه؟ میگه من آم. یه پس چه فرقی داره؟ به این میگن آی خالص، به این میگن آی ناخالص. الاخر خالص، ناخالص، خالص. اما اینو ناخالص دیگه نمیگیم، اینو میگیم حد این همتوان. ها همتوان بخشید، راست میگه، حد واسه من گلا بود. اینو میگیم همتوان، یعنی جفتشون قالب بودن، زورشون به هم نرسید، زورشون به هم نرسید، گروه خونیش هم این خودش شد. اینم که اصلا خالص بود. تو خالصا بچه ها، تو خالصا ما مشکلی نداریم، چون آ به هم به، او هم که اوه. پس بحثمون سر کیاست؟ سر ناخالصا هست. یعنی آ او میگه گروه خونی من آه، به او میگه گروه خونی من به، آبه هم که همتوان بود که میگه آبه. چرا این میگه آ؟ اگه گفتی درس رو فهمیدید. چرا کسی که آ اوه میگه من گروه خونیم آه؟ اگه بگید درس رو فهمیدید. به تخته نگاه کنید بچه، اگه درس بلند کردن بگید. کسی که آ اوه چرا میگه گروه خونیم من آه؟
به تخته نگاه کنید. استاد بگم چون قالب با مغلوب. آفرین، قالب با مغلوب اومده. گفتین مغلوب ظاهر نمیشه، مغلوب ضعیفه. قالبه اونه. پس میگه من گروه خونم آه. مغلوبه کی خودش ظاهر کرد؟ وقتی که مغلوب کنارش بود. آره کلا باز. متوجه شدین؟ اینم یه چیزی بود که خارج از درستون بود، ولی مجبور شدیم بگیم. حالا یه سوال راجع به این مربوط به جلسه قبل بچا بپرسم، اگه جواب بدن یعنی جلسه قبل رو فهمیدن. خب بپرس چه که خوب چه خوب. بچا شما هم جواب بدید. عکس بگیرید. من جلسه قبل رو شما ببینید. بپرسم. بچا ما چرا میگیم آ مثلا نمیگیم سه تا، چرا داریم میگیم دو تا؟ چرا دو تا ژن؟ چرا سه تا ژن نگفتیم؟ چرا آقا نبی گفتن آ او به مثلا بگید، یعنی جلسه قبل هم فهمیدید خوب. آره. فکر کنید چرا دو تا میگیم، یکی نمیگیم؟ یکی گفتیم ظاهریه، اصلش اینه، اسمش هم گفتیم. دو نفر دست بلند کردن. دست بلند کردن رو بس کن. اسمش هم گفتیم. میگه که چرا دو تا گفتیم. امیر محمد وصلی بگو. یکی وصلی. سلام استاد. سلام عزیزم بگو چرا استاد. من اونو نخواستم بگم، برای اون دو تا گروه خونین که گفتین یه دونه نبود، دو تا بوده. گروه خونی جونیور و لانگریز هستن. آهان جونیور که بیش اکثرا جونیور و لانگریز. لانگریز بله. چی بودن؟ که همون گروه خونی های جدید که در شرق آسیا اکثرا دیده میشن. خیلی هم کمن. این هم موقعی پیدا کردن که وقتی خونهشون رو تزریق کردن دیدن طرف داره مشکل پیدا میکنه، داره مثلا اصلا میشه، انگار که این گروه خونی جدید بهش وارد شده. بررسی کردن واقعا این گروه خونی جدیده. بله. مرسی تاها جان تا گفت. مرسی امیر محمد جان. دیگه بچه سوال دار. بچه سوال ما رو جواب بدید. آره. سوال نپرسیم فعلا. سوال قشنگی پرسید. گفت توی گروه های خونی چرا دو تا؟ چرا سه تا نه؟ چرا یکی نه؟ چرا دو تا؟ اگه بگید درس قبلم فهمیدید. کروموزوم یه جور دیگه بگو. یک مقدار ربط داره ولی خوشگل‌تر می‌کنه. سلام استاد. سلام عزیزم بگو. استاد الان من نمی‌دونم درست باشه یا نه، به خاطر اینکه کروموزوم ها دو تو کروموزوم های جنسی دو تا بودن که تقسیم می‌شدن 46 تاش که میشه 30. قبول می‌کنی؟ ولی خب بیشتر کامل نبود، نزدیک شد. نزدیک شدی ولی کامل نگفتی بهرام. دیگه چی میگه؟ به خاطر کروزه 2x اینا استاد صدای من داری؟ بله بله صدات میاد. بگو عزیزم. استاد به خاطر اون دو اینه؟ قشنگترش کن تو دیگه. خیلی به خاطر اینکه به از دو نفر به همون ارث رسیده. همین رو میخواستیم. به خاطر اینکه دو نفر نقش دارن. بچه ما یه تولید مثل جنسی داریم یادتونه؟ که جنس نر و ماده میخواییم. از نر یه ژن میاد، از ماده هم یه ژن میاد. یه ژن از پدر میاد، یه ژن از مادر میاد. آخر. یادتونه کروموزوم کشیدم گفتم دوتان؟ الان مثلا توی آره مثلا توی این که آوه یه کدوم مثلا اینجا مربوط به گروه خونی آ داره، یه دونه هم اینجا مربوط به گروه خونی او داره. پس من مجبورم یه مطلب دیگه هم بهتون بگم. تقسیم میتوز و میوز رو مجبورم الان بگیم. بگیم مجبور. تقصیر من شد پس مجبوریم بگیم. بچه اینو گوش کردین چی شد؟ از پدر مادر اومد، از پدر جمع میاد، از مادر جمع. اجازه بده این صفحه تموم شد. آره. اصلا یه سوال دارم. اونجا ناخالصش نمیشید. اونجا به به اونجا چی نمیشید؟ این؟ نه بالا بالا. این ژنوتیپ به این میگن گروه خونی ژنوتیپ، گروه خونی فنوتیپ. فنوتیپ یعنی اون گروه خونی که تو اعلام میکنی؟ ژنوتیپ خونیه که واقعیه، یعنی از پدر. بچه ژنوتیپ ترکیب ژناس، فنوتیپ اون حالتی که بروز پیدا کرده. اوکی. ژن دیگه ژنوتیپ. ترکیب ژنوس. او رو خالص؟ خالصه. نه بغلش قرمزه. نمیدونم میخی نشم خودم نمیدونم. واقعا چیه؟ نمیدونم. پویا هم از همون سوال دارم.
بپرس پویا جان از کدوم از همین؟ سلامت حک میکنم سوال پیش نیاد. نه استاد یادم نیست چی نوشتم. خب قالب صفت تغییر کنه، قالب و قالب ترکیب میشن میشه صفت تغییر کنه. یه بار دیگه بگو قالب و قالب چی صفت تغییر کنه. الان میخواد همینو بگه. گل لاله. آره این اسم عجیب داره. اسمش واقعا صفت تغییر کنه؟ بله میتونه صفت تغییر کنه. بله. نه اسمش میگم اسمش صفت تغییر کنه. قالب و قالب نمیشه. آره اسمش میتواند صفت تغییر کنه. که گفتیم بهش میگیم حد واسط. یعنی مثلا الان میگه گل لاله عباسی قرمز. بس رو قطع نکنی، یه سوالم بعدی میخوام بپرسم. ادامه بدین استاد. خب قطع نه قطع کن که بعدم وحشی چون صدای عجیب غریبی ما نمیدونیم. صدای بمب اوکراینه تو اوکراین داره زندگی میکنه. بات بود بمب بود. پاک کنیم این ورم پاک شه. بله من یه مثال بزنم از گروه خونی بعد شما لالعباسی رو بر بگو. چشم بچه گروه خونی پدر وقتی که دو این کروموزومیه مثلا این کروموزومشه مثلا خودت بدی اون بر. من دورم این بر بود یاد باشه عوض کنی. الان صدا خوبه؟ بچه الان صدا خوبه؟ چی میگه؟ آها میکروفون اون بر بود من این بر بودم برای همین خراب بود. یه بار دیگه پدر دو ان مادرم دو ان. خب یعنی گروه خونیش مثلا پدر بگیم آ او مادر رو بگیم ب او. یعنی بچه یادتون باشه اینو بعد میگفتیم الان میگیم ثبت کن ژن‌ها روی کروموزوم‌ها به صورت جفتن. ژن‌ها به صورت جفتن چرا؟ چون از پدر مادر گرفتن. یعنی این از پدرش گرفته از مادرش گرفته، این از پدرش گرفته از مادرش گرفته. حالا موقعی که تقسیم میوز میشه پدر کروموزوم‌های جفتش تکی می‌شدن دیگه. یادتونه وقتی تکی میشه یعنی مثلا یکی از سلول‌های جنسی دارای کروموزومی میشه که ژن آ داره، یکی دیگه از اسپرم‌هاش یا سلول‌های جنسیش بزرگتر بکشم که دیده بشه کروموزومش ژن او داره. ببین نمیشه. بعد میتوزومیوزو کامل میگفتی. میتوزومیوزو براشون بگو. بچه بذار میتوزومیوزو بگه چون اگه نگه اینجا یک کم شما قاطی میکنید. بذار اونو بگیم. اول میتوزو میگم. میتوزو میوز یک تقسیم سلولیه. حالا سوالت رو بگو. رفت شد. تقسیم میتوز و میوز یک تقسیمیه که در طول زندگی بشر میتونه انجام بشه. یکیش از موقع پیدایشتون، یعنی از دوره شکم جنینی، یکی هم موقعی که بالغ میشید. میتوز از اوله، میوز موقع بلوغه. الان توضیح میده. چی؟ بله ترمیم بافتا بس یک به جاش داره ولی ترمیم بافتا درست گفتی. خیلی بچه ما گفتیم این یه سلوله. اینو من صدا میاد دیگه. اوکی صدا نه راست میگی معذرت میخوام. بچه این یه سلوله، اینم هستشه. گفتیم این قبل تقسیم کروموزوماش به صورت رشته های درهمه. وقتی میخواد تقسیم اتفاق بیفته بچه ها اول از همه باید یه اتفاق بیفته، بهش میگن همانندسازی. بچه ها قراره یه سلول به ما دو تا سلول بده دیگه، شبیه به خودش. بله کتابتون اینجوری گفته در تقسیم میتوز یک سلول دو تا شبیه خودش به وجود میاره. یادتون هست؟ پس آقا نوی هر چی که این سلول اولیه ما داره سلول دومی هم باید داشته باشه. یعنی اگه این 46 تا کروموزومه سلولای بعدی هم باید دو تا 46 تا مثلا باشه. منظورت اینه؟ دقیقا. یعنی اگه این دو انه اینا هم باید دو تا. دقیقا.
پس اولین کاری که پس اولین اتفاقی که میفته بچه همانند سازی اینه، دی ان ای دو برابر میشه. یادتونه تو کتاب یه عکس انداخته اینه، بعد یه دفعه یه چیزی کشیده همچین چیزی، این همونه که حسام داره میگه. یعنی 92 تایی مثلا فرض کن چند تا بود؟ دو برابر شد یعنی چند تا شد؟ منظورش اینه. ادامه بچه ها. یعنی کروموزوم اولیه ما که این شکلی بوده، همانندسازی انجام میده میشه این شکلی، دو تا میشه. پس من الان یه سلول فرضی میکشم که مراحل مختلفش رو نشون بده، دو تا دونه هم بیشتر نمیکشم اینجوری. آره آره. خب بچه ها، میتوز اتفاقی که میفته، میاد یه سری تو مرحله بعد، یا تو همین نشون بدم جا نداریم، میاد یه سری رشته هایی تشکیل میده. بچه ها اینا میان به این کروموزوم های ما میچسبن. خب اینجوری. بعد از اینکه چسبیدن، میان این رشته ها کوتاه میشن. چه جوری؟ مثلا این طرف در رو شما بگیرید، اینجوری میان از همدیگه میکشن که باز بشه. یعنی تو مرحله بعد این رشته ها که کوتاه شدن، یک کدوم این ور داره، یک کدوم این ور. تو این کروموزوم هم همینه. مرحله آخرم میاد سلول از وسط نصف میشه، یه همچین حالتی اتفاق میفته، یه دونه این وره یه دونه اون ور. تو آبی هم همینه، یه آبی این وره یه آبی اون ور. آخرش هم که دیگه تقسیم تموم میشه، دو تا سلول ما داریم. نه آره جداه، جداه، پایینشه. آره اینجوری. بچه ها کل میتوس همینه. نگاه کنید، خلاصش اینه، 46 تا از اینا بود کوشش، اولی شکل بود اینا. آره 23 جفت بود دیگه. 46 تا از اینا بود. بعد اول شد دوتایی، یعنی شد 92 تا. بعد این 92 تا طی مراحلی تبدیل شدن به دوتا، دوباره 46 تا. یه دونه بود، یه 92 تا شد، بعد شد دوتا 46 تا. به این میگیم میتوز. میتوز برای ترمیم به کار میره، برای ساخت سلول جدید به کار میره. دیگه برای چی؟ دیگه مثلا تو دوران جنینی برای افزایش تعداد سلولا به کار میره. بازم همونه، یعنی داره اندام میسازه، داره هی سلول بنیادی. منظورت بود؟ بله. سلول بعدم بهتون میگیم، تو اصل اش بهتون میگیم. یا ترمیم یا ساخت دیگه. یا ساخت یا ترمیم. بله. یا استخونت شکسته ان شاء الله، میخواد دوباره استخونت درست بشه، و یا اینکه از بچگی هنوز هیچی دست و پا در نیاوردی، داره برای دست و پا میسازه، یعنی هنوز به دنیا نیومدی. منظورمونه این میتوز شد. پس میتوز شد یک سلول دو تا شبیه خودش میسازه. میاز پاک کنم مجبور شدیم میتوز و میازو جلوتر بگیم. سوال داره؟ پاک کن این باشه. من واسه هر بخش که توضیح چی میگی؟ که توضیح یه سوال دارم. بپرس استاد، این که یه دونه خط سیاه کشه یه خط آبی، منظور اینه که 42 تا خط سیاه 42 تا خط آبی؟ 46 تا. آره آره 46 تا. در اصل 23 تا مشکی اول ها، 23 تا مشکی 23 آبی مثلا اول. بچه ما برای اینکه ساده بشه یه دونه اینشون دادیم. تو انسان که نیست، تو انسان باید دو تا باشه از هر کدوم، چون جفتن. ما داریم کلی میگیم. یه سلول فرضی که دو کروموزومیه فقط، واسه راحتی کار. 23 تا مشکی بود، 23 تا آبی. بله. بعد شد 46 تا مشکی، 46 تا آبی. بعد این دوتا شدن باز دوباره 23 تا مشکی، 23 تا آبی، 23 تا مشکی، 23 تا آبی. حالا بگو. بله. بعدش هم این جلسه قبل مونده هنو مونده بپرسن. بپرس. قطع وصل میشه؟ آره تکون نخور. میخوایی تا سوالشو بپرسه تا من برم چیز کنم با میکروفون خود ورده. آره. تو خیلی آره. خش داره تا ها سوال داره؟ نه بریم. چرا داره سوال داره؟ اصلا هنگام سر بگو تا ها. تا قطع شد. تا وصلی
نه بزن تا بس چهار تا میشه هشت تا میشن ولی چهار تا دیگه نمیمونن یا کن یه دونه شد دوتا حالا یکی همین شده دوتا باید دوتا هر کدوم باز میشن دوتا الاخر استاد ببخشید من میتونم بگم چون صدام الان قطع میشه خیلی ضعیفه استاد هنگام تقسیم میتوز تقسیم سیتوکینز هم اتفاق میفته اینو نگفتید سیتوکینز تقسیم همونی که گفتم یه شکاف بین سلولا به وجود میاد بله بهش میگن بله، تقسیم بله. سیتوپلاس یا سیتوکینز همونه بله نه 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 اینجا بچه اونه که خیلی دوست دارن بدونن چی دیگه عاشق زیست شناسی هم بهشون میگن پروتئین اکتین و میوزین میاد اینا رو انقباس پیدا میکنه تاها دوست داره آخر تاها دوست داره یا دیگه پس اونه که نمیخوان گوش ندن غصه نخورن چون عجیب غریب جدید خودم بلد نیست این بلده من خودم تا شانس بود این آوردم اگه من نمیدوستم چی میگی چی؟ پویا صدا درست شد بگو اگه درست نشده باشه میزنم پس صدا بهتره؟ بهتره سوال من اینه اول تقسیم دو تا چیز جون بکن فقط با قد شو ولش کن صدات خوب نیست ولش کن میوز وقت داری میوز صدات خوب نبود بچه میوز چی میگی؟ بچه میوز دو مرحله است یه میوز یک داریم یه میوز دو خب آره باید بگم باید بگم به جان خودم نمیشه نه باید بچه این اتفاق میفته تو حالت اول خیلی میخوام جمع و جور بگم سریع تموشه بره بچه یادتونه گفتم کروموزوم تو این حالته نه. همین الان گفت آره همین الان آبیش هم بیارم یکی آبی بوده که مشکی که پویا هم سوال کرد آقا نبی اولین اتفاقی که میفته و فرق داره با میتوز اینه که ما یه دونه دیگه هم از همین داریم یعنی چهار تا میشن خب نه نه این ایکس و ایگرگ نیست این دوتاییه که به هم چسبیدن ربطی به اون نداره مال چیز جنسیه فرق داره اولین اتفاقی که تو میوز میفته اینه که یه دونه کروموزوم مضاعف شده عین خودش تشکیل میشه بعد اینا میان به همدیگه میچسبن یعنی این چهار تا به هم دیگه میچسبن یه دونه اینجوری حالا به این میگن بچه‌ها اسمش حالا لازم نیست بدونید چهار تایی بهش میگن میچسبن یعنی مثلا فرض کن نمیشم کشیم آره نه خب یه دونه اینجوری میکشیم یه مثلا این وصل به یه دونه چهار تایی دیگه اینجوری مثلا آره چهار تا چسبیدم بچه‌ها این اتفاق برای همینم هم میفته دقیقاً این دو تاست دو تا اینجوری میام میچسبن چهار تو میوز یک چه اتفاقی میفته میخوایم این چهار تایا رو از هم دیگه جدا کنیم پس این میتوز منتهای یه مدل دیگه این چهار تایایی که این مدلین رو مثلا من اینجوری میکشم اینجوری این چهار تایان اینجوری این چهار تایان بعد این میتوز دقیقاً همون رشته ها میان به این میچسبن همون که تاها گفت آره تو مرحله بعد اینا میان از هم دیگه جدا میشن دو طرف سلول یه دونه اینجوری داریم این طرف هم یه دونه آبی بچه ها اینجا میوز یک تمام منتهای اتفاق دیگه هم میفته که تاها گفت الان میگم اینجا اون اتفاق قبل که تقسیم سیتوپلاست بود انجام میشه دو تا سلول مجزا از هم تشکیل میشن این شکلی هم. الان فرق این با این چیه؟ فرق این دوتا با این چیه؟ هیچی؟ شما؟ این با این سن جده هستم قشنگتر فرق یه دونه از اینا با یه دونه از این یه دونش با این با این دوتا با هم نه یه دونش با این چی؟ یه دونه سیاه یه دونه آبی بگیم قشنگتر بگیم خارجی بگیم چی فارسی بگیم خارجی نگیم ریشش این فرق بچه چی نمیشتم؟ چی؟ خانم اسپانی میگه تقسیم شدن بعدی ها میگه 23 تا کروموزوم دارن آرین سادات هم میگه نصف همه آفرین نصف شده دیگه نها کن
گفتم نشه قبول نشه. گفتی؟ گفت. منم نشه. بچه ها این دو این مصاحبه با 46 این این مصاحبه با 23. خب پس یک سلول مثلا فرض کن 46 کروموزومه شد دو تا 23 تا. حالا این یه حالت یا میتوز مرحله یک میوز یک یا مرحله یک. بچه ها میوز دو خیلی شبیه میتونیم بگیم تقریبا عین میتوزه. اگه با از صفحه قبل عکس گرفتین میبینید عین هم دیگن. یه سلول داریم یه دونه انتخاب میکنیم این شکلیه. بچه فرقم نمیکنه که ان کروموزومی یا دو ان کروموزومی ها. ما وقتی میگیم میتوز یعنی حالا یا دو ان یا ان عین خودشو بسازه. منظورمون اینه خیلی رو ان و دو ان فکر نکنید. یک سلول عین خودشو بسازه. چون تو بعضی مسئله من دیدم وقتی بچه رو گول بزنن میان میگن یه دونه سلول 23 کروموزومی داریم تقسیم میتوز انجام میده مثلا ها. بعد بچه میگن ای مگه میشه 23 کروموزومی میتوز بده؟ بله میشه. دو تا 23 تا میسازه. ما کاری نداریم 23 مال کیه مال چیه. این سوالا رو بعضی وقت میپرسن ازتون تو تستا که گیجتون کنن. اتفاقا خوب شد گفتید. من الان چیزی بگم میتوز همینی که شما گفتید واسه این یه دونه عین خودشه. ولی میوز برای اینکه عدد کروموزومی رو نصف کنه بهش میگن کاستمان به فارسی. داره میکاهه. ببینید یادتون نره میتوز یک سلول مانند خود را میسازد. این تو ذهنتون باشه. میوز وقتی ساخت نصف خودش رو ساخته. نصف خودش رو نیا کن. یه سوال بپرسم از بچه ها وقت هست؟ بچه ها الان که مفهوم میوز رو فهمیدید میتونید بگید چه سلولی این تقسیم رو انجام میده و چرا باید این کار رو انجام بده؟ چه نوع سلولی تقسیم میوز در آن انجام میشود؟ نه گفتیم گفتیم آره کنم درس 8 درباره می‌کنم فعالیت واسه کلمه شادم سلول ازتون می‌دونم تقسیم میشه نون بود گفتیم واسه باکتریا بود بکنم. اونم میتونه باشه اما اینکه گفت کی بود گفت بردیا. بردیا از همه درست‌تر گفت. این مخصوص یعنی مال تولید سلول جنسیه. چرا؟ چون سلول جنسی اگه یادتون باشه دو ان نبود. سلول جنسی چی بود؟ ان بود. پس یه دو ان میشد مثلا دو تا ان. بعد با یه ان دیگه مثلا اینجا ترکیب میشن و الی آخر. خب پس برای سلول جنسی میوزه. میوز برای ساختن سلول جنسی. حالا این میگی دو مدل میوز دارید میگی دو تاش با هم خب. انجام میشه یا مختلف؟ بچه ها تمام تا در حد آزمون ورودی اون چیزی که شما میدونید تمام فرآیند زیست شناسی پیوسته است. ما برای اینکه راحت تر درکش کنیم مرحله بندی یعنی میکنیم. یعنی وای نمیسته بگه که آقا مثلا من اینو انجام دادم خسته شدم استراحت میکنم بعد میرم مرحله بعد. درگینش هم میتونه انجام بشه. بله همینجوری پیوسته به طور مداوم داره انجام میشه. میگه از تقسیم میوت از چه سلول جنسی ساخته میشه؟ یک سلول های هست سلول معمولی دو ان کروموزومی هست که توی غدد جنسی هست. اون سلول هایی که تو غدد جنسی هست سلول بینابینی بود؟ سلول بینابینی نه سلول بینابینی هورمون ترشح میکنه. کدوم بود؟ اپیدیدیم بود؟ توی اپیدیدیم آره توی اپیدیدیم بود. اسمش نمیدی چی بود؟ اسمش اسپرماتوگونی. اسپرماتوگونی اسم اون سلول هست آره. که وقتی تقسیم میشه اسپرم میسازه یعنی سلول جنسی میسازه. یا گامت رو آفرین گامت نر و گامت مادگی میگن هم دقیقا یعنی سلول ان کروموزوم میسازه. اینجا دیگه بقیهش عین میتوزه. میاد دو تا سلول اینجا تشکیل میده. کوچیک کشیم میگه باید حفظ کنیم نه پویا جان اینا رو میگیم من که یاد بگیرین درکتون بهتر بشه برای بعدن که میخواییم مطلب بگیم مثلا دیگه توضیح ندیم دوباره چرا فقط برای همین. بچه بقیهش دیگه عین میتوز. چیزی که شما باید حفظ کنید بعد از این من میگم بهتون چیزی که باید بلد باشید. حالا ما گفتیم یه دونه از اینا رو برمیداریم این مراحل انجام میده. یه دونه دیگه هم هست دقیقا همین مراحل انجام میده دو تای دیگه تشکیل میده.
پس تفاوت دیگه یه میتوز با میوز اینه که میتوز به ما دو تا سلول میده، میوز چهار تا سلول. آفرین، همینو میخواستیم. و چیزی که شما باید یاد بگیرید اینه در تقسیم میتوز یک سلول مثلا دو ان کروموزومی دو تا سلول دو ان کروموزومی به وجود میآورد، اما در تقسیم میوز یک سلول دو ان کروموزومی در نهایت چهار تا سلول ان کروموزومی به وجود می آورد، یعنی سلول های جنسی به وجود می آورد. این چیزی که باید بلد باشی. بلدی؟ بینیمیز پس یا اکس بکنی سوال دارین بپرسین تا بریم مطلب آخر. پاورپوینت تو بیارم من جلو بزنم برم چی داریم. اینجا عکسی بود فکر کنم به درد اون آینه توضیح دادی. بچه آر ان ای یا دی ان ای که تفاوتش رو باید بلد باشین عکس بگیرید. یه دونه صفحه دیگه من برم جلو. ای کاش تو اینجا میشستی. یه تموم شد. راست میگه بابا. نه هجور راحتی ببخشید دیگه. اینو الان بگیم یا اینو بگم بعد؟ بذار اینو بگم. آره چون دیگه اونو گفتیم. میخواییم پاک کنیم تخته رو. اول محیطی احتمالا بریم جلسه بعد. احتمالا شاید شاید هم وقت بشه. اینا رو میتونی یه مدل دیگه نشون بدین. اوه واسه اینکه راحت تر باشه بکش. تو همین بکشم بکش. من این سوال شاید این طور مثل پرجنسیه. اینه تقسیم میتوز میتوز چرا چون یه دونه اینه خودش حساب دو تا اینه خودش حساب داره اینو اون نیازی نیست یه دونه چهار تا چهار تا بیه آن که اونشون خوندن اینجوری آره خوبه. دیگه خیلی عالیه دیگه یاد گرفتم. اضافه رو پاک کن اون یکی دفت رو کنم من اینو پاک کنم. بچه خوب گوش بدین ها. الان مثلا آ او با بی او ترکیب بشه همینو میخواییم بگیم مثلا بین اون اینم بکنم بکن. من یه چیزی بگم بچه ها عمل لقاح رو فکر کنم جلسه قبل گفتیم براتون. آره گفتیم ترکیبه هسته آفرین داخلی خارجی هم داریم ترکیب هسته گامت نر و هسته گامت ماده رو میگن دیگه. اینو میگن لقاح. یعنی باید گامت نر بیاد یعنی اسپرم با گامت ماده یعنی تخمک ترکیب بشه. این ان کروموزوم داره اینم ان کروموزوم داره. یعنی اگر ما رو انسان باشه این 23 تا کروموزوم اینم 23 تا. مرسی یادمون رفت باز اینو بزنیم. 23 تا کروموزوم داریم 23 تا. وقتی با هم ترکیب بشن یک سلول به وجود میاد که بهش گفتیم سلول تخم که چی بود؟ یه N از این گرفت یه N هم از اون پس میشه 2N یعنی 46 کروموزومه. اون وقت این تقسیمی که داشتی میگفتی تقسیم میتوز گفتش که سلول میسازه. هی تقسیمات میتوزی انجام میشه هی سلول ساخته میشه تا یک توده سلولی به وجود بیاره که به این توده سلولی میگیم جنین. همشون هم دو ان کروموزومی هم الاخر میشه جنین. بعد این جنین رشد کنه اندام ها به وجود میشه نوزاد بعد به دنیا میاد. میتوز همش اصلا میوز نداریم تا کی؟ تا بالغ بشه شخص. وقتی این نوزاد به دنیا آمد شد کودک بعد شد نونهال حالا دیگه بعد شد نوجوان حالا تازه داره بالغ میشه. وقتی بالغ شد توی غدد جنسیشون مثلا تو دختران 9 سالگی تو پسرها رو میگیم 12 چون متغیر 11 هم داریم 13 و 14 هم داریم. آفرین بعضی 13 هم ولی 11 شروع شده ها افتضاح. توی این سن اون وقت تو غده جنسی ما چی میسازیم؟ سلول جنسی ساخته میشه.
این سلول جنسی چجوری ساخته شده؟ بر اساس تقسیم میوز ساخته شده. آفرین. این مراحله که بعد از اینکه میوز به وجود اومد، حالا 9 سالگی که ازدواج نمیکنه که، مثلا 18 سالگی، اینم 12 سالگی که ازدواج نمیکنه، مثلا 25 سالگی، حتی الان که رو 35 و 40 ازدواج میکنن. حالا بعد که ازدواج کردند، اون وقت نوزاد دوباره وجود میاد. این چرخه ادامه پیدا خواهد کرد. این چرخه است. چرخه زندگیه. حالا آقای خمسه میاد. ما چرخه زندگی نداریم. ما فقط چرخه دین داریم. درست آقای خمسه؟ خوشبختانه حواسش نبود. وگرنه گردن منو میزد. خب. پاک کن سام جان. یه چیز دیگه من بگم. نه من باید بگم. خیلی وقتمون کمه. من باید این مطلب بگم که بفهمید، درکش کنید. تا اینجا خوب فهمیدید چه اتفاقی میفته؟ حالا اینجا رو دقت کن. اینم پاک کن. حالا یک سلول دو ان کروموزومی یعنی 46 کروموزومی، اسمش چی گفتی؟ اسپرماتوگونی؟ اسپرماتوگونی. اسپرماتوگونی. همون گونی می‌نویسن دیگه. این اسپرماتوگونی. این اسپرماتوگونی که یک سلوله توی بیزه، مثلا تو بخشی از بیزه به نام اپیدیدیم، اونجا بالغ میشه. لولای بیزه. لولای بیزه. آن تو اپیدیدیم بالغ میشه. آفرین، یادم رفته بود. اینجا رو خوب گوش بدید بچه‌ها. بچه‌ها گوش بدید. مثلا اون کروموزوم‌های، فرض کنیم بیزه است دیگه، پدر دیگه. بیزه باشه نمیتونه مادر باشه که. این پدر. کروموزوم‌های پدر یادتونه ایکس ایگرگ داشت؟ مرد بود. ایکس ایکس زن بود. ایکس ایگرگ بود دیگه، درسته؟ وقتی که یک سلول اسپرماتوگونی میخواد تقسیم بشه، دو تا سلول جنسی بسازه، حالا چهار تاست، ما میگیم دو تا، یه دونه از این ایکس ها میاد این تو، این یکی میاد این تو. یعنی چی شد؟ یعنی یک سلول دو انکروموزومی تبدیل شد به دو سلول انکروموزومی که نصفی از صفات پدر میره توی این، نصفی دیگه از صفات پدر میره توی این. یعنی اگر گروه خونی پدر مثلا آ بود، یکی از این اسپرما حامل ژن آ میشه، یکی از این اسپرما حامل ژن او میشه، یکی از این اسپرما حامل کروموزوم ایکس میشه، یکی از این اسپرما حامل کروموزوم ایگرگ میشه. تا اینجا فهمیدین؟ گوش بدین فعلا. حالا همین اتفاق در تخمدان میفته. یعنی تو تخمدان هم یک سلول دو ان کروموزومی تبدیل میشه دو تا ان. مادر چی بود؟ ایکس ایکس بود. پس یکی از این تخمک ها حامل کروموزوم ایکس میشه، اون یکی هم حامل کروموزوم ایکس میشه. پس اگر مادر گروه خونیش به او هستش، یکی از این سلولای تخمش، تخمکش بگیم، گامتش بگیم، حامل ژن بی میشه، یکی دیگه حامل ژن او میشه. این تقسیم انجام میشه، نصف میشن ژنا، پخش میشن صفتا، نصفی از صفت مادر میره تو یه تخمکش، نصف دیگه صفت مادر میره تو تخمک بعدی. اینا دقت کنید. پدرم همونطور. چرا اینو گفتم؟ به خاطر اینکه وقتی لقاح میخواد انجام بشه، اینجا نیا کن، لقاح میخواد انجام بشه، ماهی رو بگیم، ماهی آقا، ماهی ماده 50,000 تا تخم میکنه. از این 50,000 تا تخمی که میکنه، 25,000 تاش کروموزوم ایکس داره فرض کنیم. این 25,000 تا دیگه هم کروموزوم ایکس داره. این که همش یکی شد. خب چون ایکس ایکسه، از اینجا فرقی نیست. اما اسپرم ها، اون میلیون ها اسپرمی که از نر خارج میشه، میلیون ها اسپرمی که از نر میاد، نصفشون ایکسن، نصف دیگه واین. حالا وقتی اینا بخوان تو آب برن، ترکیب بشن، ممکنه این به این برسه، ممکنه به این برسه، نمیتونه که به هر دوتاش برسه که، احتمال میشه، شانسی میشه، ممکنه این به این برسه، ممکنه به این برسه. یعنی چی؟ پاک کنم فلش ها رو که بهتر بفهمید. یعنی اگه این با این ترکیب بشه، نوزادی که به وجود میاد میشه XX.
اگر این به این برسه نوزادی که به وجود میاد میشه ایکس ایگرگ ایکس وای. گرفتین چی میگم؟ حالا تو گروه خونی که میخوایم براتون الان توضیح بدیم این خیلی به دردتون میخوره. من بلنگورم بهت بدم اینجا رو براشون بگو مربع بگم یا اینجوری بگو یا که اینجوری بگو بچه من میکشم چک بشو این با این اینجوری بگو ببین هر کدوم از اینا احتمال داره با یکی از این دوتا ترکیب بشه خب اصلا اینجوریه که مثلا آزمایش میاد مثلا این نوزاد پسر یا دختر بله بله شما میگم که مثلا اگه مثلا محکمه ها دو x میره با x میشه مثلا x. یه x هم میره با y تقسیم میشه میشه x y خب ممکنه تو انسان مثلا دوقلو نشه بچه مثلا نه دیگه همون انسان ها مثال نزن به خاطر همین چون انسان یه دونه آزاد میکنه استثناء هم چند تا آزاد میکنه ولی ماهی ها 50,000 تا تخمه چند میلیون هم اسپرمه حالا اینا میخوام هم ترکیب بشن دیگه قاطی ممکنه این به اون برسه این به اون برسه حالا گروه خونی رو داریم میگیم احتمالاً یه دونه تخمک آزاد شده که شاید یا اینو داره یا اینو ولی ما میگیم فرض کنیم دو تا آزاد شد خب داریم میکشیم آره ببین بچه‌ها فرض کنید این یه سلوله یه فرد آوه اینا مادره بی اوه بچه‌ها چه جوری اینو ما نشون میدیم ممکنه این آ بیاد با این بی ترکیب بشه به ما آبی بده نیا کن آ بیاد با بی ترکیب میشه آبی بله ممکنه این او بیاد با بی ترکیب بشه ممکنه این او بیاد با بی ترکیب بشه میشه او بی او یا او بی ممکنه دیگه چه اتفاقی بیفته ممکنه این او بیاد با این او ترکیب بشه این او بیاد با این او ترکیب بشه میشه او او یا این آه بیاد با او ترکیب بشه آه او یعنی ما الان احتمال که چهار نوع ترکیب رخ بده ممکنه فقط یه دونش باشه ولی ما داریم میگیم احتمال چهار تا ممکنه بچه‌ای که به وجود میاد گروه خونیش آبه بشه به شرطی آبه میشه که آب آبه ترکیب شده باشه ممکنه گروه خونیش بشه آه او میگه من گروه خونیم آه ممکنه گروه خونیش بشه به او میگه من گروه خونیم به ممکنه بشه او میگه من گروه خونیم او یعنی این پدر و مادر در طول دوران زندگیشون ممکنه چهار تا بچه به دنیا بیارن ممکنه دیگه این چهار تا بچهشون چهار تا گروه خونی مختلف داشته باشن یعنی به اون بچه بگن گروه خونی چه میگه آ میگه اون به میگه او میگه شما بچه این پدر و مادر نیستین الان ما متوجه شدیم که میتونن باشن پس اگر میبینید از روی گروه خونی گاهی اوقات میخوان تشخیص بدن که این بچه مال این پدر مادر هست یا نه سر اینه حالا تو فیلم های ترکی دیدی تو هر جلسه دی ان ای رو میان آزمایش میدن یه گروه خونی گذشته اینقدر اوضاع خرابه یعنی همش یه بچه هست و 50 تا پدر مادر میگن این بچه مال کیه دست بلند کنید حالا اون فیلم ها ترکی اونا خرابه ولش میکن آقای خمسلام میاد ولی در فیلم های نظام مقدس جمهوری اسلامی یه بچه هست یه پدر مادر فقط اونلی اینا میبینید پس میتونه یک پدر مادر چهار گروه خونی داشته باشه بچه هاشون به شرط آنکه خودشون گروه خونیشون به اصطلاح ناخالص باشه بهترین مثال هم. جلسه بعد من اینو یه بار دیگه با حسام با هم دیگه یه مورد دیگه کار میکنیم چون میدونم جذابه براتون میدونم که ما از پایینم تازه میتونیم به بالا برسیم یعنی مثلا توی گروه بچه ها تو خونتون یه داداشتون او باشه من معذرت میخوام این که اومد رفت گاب نبودا بزغالم نبود فقط من معذرت میخوام آبرو بردی اگه تو گروه تو خونتون یکی گروه خونش او بود اون یکی به بود بدونید پدر مادرتون حتماً یه گروه خونی او یا ناخالص او دارن اصلا میشه نه ایکس بشه نه وای نه نمیشه
میشه اونو جلسه بعد بپرس چرا، چون خودش دنیاییه. بچه ها فعلا خسته نباشین، فکر کنم وقتمون هم تموم شده. بهراد جان بپرس چی میگه؟ من نمیفهمم. سلام استاد. سلام. لخته شدن خون، انعقاد خون، خون لخته بشه، نشدی انعقاد من صفر بشه. بگو استاد، من سوال داشتم در مورد تقسیم میتوز و میوز که دوتاشون با هم برابرن؟ نه، میتوز یک دو ان میشه دو تا دو ان، میوز یه دو ان میشه چهار تا ان. خیلی فرق میکنن. مرسی، یادت نره، خیلی مهمه. فکر کنم از اونجای این اشتباهو کرد که من گفتم میوز دو شبیه میتوزه. نه، اون یه چیز دیگه است، مراحلش فقط شبیه. ولی اتفاقی که آخرش میفته یه 46 دو مساوی 46 میده، اونجا ان مساوی 23 میده. اینو یادت نره بچه، وقت تموم شده. خداحافظ. خداحافظ، ببخشید بچه، خدا به سوالاتون بعدم بپرسید. تکلیف ها رو خوب انجام بدید ولی ها.